بسم الله الرحمن الرحیم. من صبح خیر عرض می کنم خدمت مدعوین گرامی. طاهری هستم، پژوهشگر کارگروه باغبانی. عنوان سخنرانی من مدیریت باغ‌های زیتون هست که سعی می کنم به صورت فشرده تقدیم حضورتون بکنم. مثل سایر محصولات باغی، درختان میوه و مدیریت اونها لازمه موفقیت در امر باغداری، مخصوصا باغداری زیتون، داشتن دید همه جانبه هست. برای اینکه یک عملکرد کمی و کیفی خوبی بگیریم، ما بایستی تمام جنبه های مدیریتی باغات رو در نظر بگیریم و به اونها عمل بکنیم و یک جانبه عمل کردن و نگاه کردن چیز خاصی و عملکرد خاصی رو عاید ما میکنه، کما اینکه ما الان شاهد هستیم که ما در بیشتر باغات زیتون کشور از اون عملکرد ایده خوبمون و متوسطمون حداقل پایین هستیم. به طور مثال متوسط عملکرد عمومی باغات ما نزدیک 2-2.5 تن هست که با اونی که بایستی در باغاتی که دارن آبیاری میکنن ما میگیریم خیلی پایین هست. مثلا فرض بفرمایید که کشاورزا مثلا انجام میدن بحث تغذیه رو، به تنهایی تغذیه نمیتونه جواب بده، بایستی باغ خوب پرست بشه، آبیاری خوبی بشه، مدیریت کف باغ خوبی درش انجام بشه. بحث مبارزه با آفات و بیماری ها خیلی فاکتور مهمی هست. محصول بایستی در زمان مناسب برداشت بشه و ارزم به حضورتون که رو درخت نمونه تا درخت بتونه ذخایر خودش رو بازیابی بکنه و بتونیم نتیجه بگیریم. لذا ما بحثمون امروز به طور خلاصه، من گریزی خواهم زد به بحث های مربوط به انواع اعمال مدیریتی در باغات. سعی میکنم با تصویر و اسلاید هایی که در باغات کشور رایج هست مطلب رو برسونم، وارد بحث های پیچیده فیزیولوژی و مدیریت دیگه نمیشم. ما یک مشکلی که در باغات زیتون کشور داریم بحث نداشتن تقویم مدیریتی هست. در این چارت شما تقویم مدیریتی رو بر اساس دوره زندگی یا فنولوژی میبینید. خیلی کارهای متنوعی بایستی در باغ انجام بشه که ما بتونیم از عملکرد درختان راضی باشیم و توجیه اقتصادی داشته باشه. ما این تقویم مدیریتی رو در قالب اپلیکیشن بزرگی انشاءالله تقدیم میکنیم، همچنین نشریهش آماده هست. فقط این اسلاید رو نشون دادم که ببینید نزدیک بیش از 20 مورد باید کار در طول یک سال در باغ انجام بشه و مسئله مهم بر اساس دوره زندگی هست. دوره زندگی درخت، الان ما تو فصل خواب هستیم، یعنی خواب نسبی یا رکود نسبی. در زیتون ما بمفرد مثل سایر درختان خزاندار خواب نداریم، درخت یواش یواش داره فعال میشه، ما در حال رویت فعال شدن درخت هستیم. فصل گلدهی و باز شدن گلها در اردیبهشت ما نزدیک خواهیم شد و مسائل تشکیل میوه، بزرگ شدن میوه رو به زودی انشاءالله در طول 6 ماه آینده شاهد خواهیم بود که هر کدوم از اونها یک کار مدیریتی خاصی رو میطلبه که ما بایستی به همه اونها توجه بکنیم. من عرض کردم میخوام یه سری کاربردی تر صحبت کنم. ما مشکلی که در باغات داریم یکی در زمان احداث باغ هست. الان من میبینم و شاهد هستم که کیفیت نهال‌هایی که در باغات مورد استفاده قرار میگیره متاسفانه کیفیت خوبی نیست. هرچند که ما در بحث رقم خوب پیش رفتیم، ارقام خوبی هست، نهالستان‌های خوبی از نظر آفات، بیماری‌ها و رسیدگی داریم، ولی نهالی که باغداران ازش استفاده میکنن نهال‌های کوچکی هست و یه مقدار فصل باردهی رو به تعویق میندازه. چه بسا نهال‌های کوچکی کاشته میشه که در معرض آفات مثل جوانخار قرار میگیرن. در حالت کلی بهترین نوع نهال‌ها اونایی هستند که 1.5 سال سن داشته باشن، حداقل ارتفاعشون بیش از 80 حتی تا 100 سانتی متر باشه، گلدون‌های خوبی درش به کار برده باشه که سیستم ریشه‌ایش کاملا توسعه بکنه پیدا بکنه. نهال‌ها باید ترجیحاً تک‌تنه باشن، این مسئله بسیار مهمیه که در نهالستان خوب باید اینها تربیت بشن. یک تصویری از یک نهال ایدئالی که 80-100 سانتی متر طول داره با چند شاخه جانبی من در تصویر آوردم، چنین نهالی که شما دارید ملاحظه می‌فرمایید دیگه در باغ زیاد اون صورت
تربیت نیاز نداره این تصویر سمت راست رو اگر ملاحظه کرد، ولی متاسفانه به علت نبود نهال یا عدم رسیدگی اونها در نهالستان، معمولا نهال 45 سانتی متری وارد باغات میشه که فصل باردهی رو خیلی به تعویق میندازه و مشکل ایجاد میکنه. یک مسئله مهمی که ایرادی که ما در بحث کاشت و توسعه باغات داریم بحث عدم تربیت اونها هست. عرض کردم اگر درخت نهال ها تکتنه باشن، حداقل ارتفاع 80 تا 100 سانتی متر رو داشته باشن، چند شاخه جانبی داشته باشن، ما با مشکل مواجه نمیشیم، زیاد به تربیت خاصی نیاز نداره. ولی متاسفانه به علت عدم کیفیت خوب نهال های که داره کاشته میشه، ما میاد در واقع شاهد هستیم که چند تنه اینها رشد میکنن. متاسفانه ما این مشکل رو در باغات زیاد داریم. همین عکس رو من تازه از باغات شهرستان تارم گرفتم، چند تنه این رشد خوبی نداره، اون سایز و کانوپی یا تاج باقی خودش نمیرسه. الان این درختان از 8-9 سالشونه که متاسفانه اون تاجی که ما انتظار داریم بهش نرسیدن. بس بحث یک، کاشت نهال خوب هست. دوم، تربیت اینها هست. درختان بایستی تک تنه باشن و ما به این مسئله بایستی توجه کنیم. بحث بعدی که ما در باغات شاهدش هستیم، بحث خودسازگاری و دگرسازگاری هست. ببینید در حالت بسیار ایدئال زیتون بخشی خودناسازگار هست، هرچند که درخت میتونه در صورت که تک رقم کاشته بشه خودش بار بده، ولی در حالت اینکه بخواهیم به بار دهی خوب برسیم بایستی رقم گرد دهنده در باغ وجود داشته باشه. اگر رقم سازگار گرد دهنده در باغ وجود نداشته باشه، بحث گردفشانی و تلقیح به خوبی انجام نمیشه، ما شاهد کاهش تشکیل میوه هستیم. در حالت کلی بایستی 10-15% از کل درختان یک باغ رقم گرد دهنده باشه که سازگار با رقم اصلی باشن، که این رو میشه پراکنده کرد در کل باغ یا به صورت رقیب‌های در جهت بار اینها رو کاشت تا درختان بتونن گرده رو در باغ پخش کنه و درختان ازش بهره بگیرن. لذا ما بایستی به این مسئله توجه بکنیم. البته در باغاتی که در میان باغات قدیمی کاشته میشه، این آرزه رو، این مشکل عدم تلقیح به خاطر بحث دیگر سازگاری و سازگاری رو ما کمتر شاهد هستیم و لذا در باغاتی که در محله های جدید در قالب طرحهای توسعه کاشته میشن، ما بایستی به مسئله گردفشانی توجه کنیم. بحثی که خدمت شما رو میخوام عرض بکنم، بحث مدیریت سرما هست. متاسفانه در طول هفته گذشته ما شاهد بودیم یک برف شدید و سرمایی شدیدی در باغات زیتون کشور اومد و یه مقدار باغات رو تحت تاثیر قرار داد. برای مثال گفتن تا در چند سال اخیر چنین برفی در باغات زیتون به این شدت نیامده بود. هرچند سال 96 هم ما در زمستان، اواخر زمستان داشتیم. برف خودش بی نفسه رو شاخه برگا بشینه چندان مشکل ایجاد نمی کنه، ولی سرمای ناشی از برف که بلافاصله بعد از بارش به وجود میاد این مسئله ساز شده. ما شاهد هستیم که باغات سرما دیدن. دما در حدود تا منفی 10-12 در باغات نشسته. من دو روز اخیر باغات رو نگاه میکردم، یه مقدار برگه های جوان رو در درختان مسن زده. خوشبختانه اونی که شاهد بودم به شاخه ها و تنه ها زیان آسیب نرسونده در درختان بزرگ. در درختان و نهال های کوچک متاسفانه شاخه ها رو زده و امیدوارم این سرمایه جدیدی نیاد و یعنی این که یواش یواش هوا گرم بشه. اگر یواش یواش هوا گرم بشه ما شاهد خسارت شدید نخواهیم بود، هرچند که امکان داره در مناطقی که دور از آبهای دریاچه ها و آبهای سطحی هستن، مثل شهرهای، مثل استانهای مثل فارس، مثل لرستان و مناطقی مثل اینها ما شاهد اثرات سرما باشیم. خوشبختانه در اطراف منجیل، در اطراف تارم، در روستای گیلمان اینها خاطر که رطوبت بالا بود به خاطر وجود آب در پشت دریاچه، ما زیاد اثر سرما را نبینیم، هرچند که این مقدار درختها رو ترسونده. در چنین شرایطی در سرمای زمستان برگ‌های جوان آسیب می‌بینند، این مقدار ریشه ها آسیب می‌زنند، می‌بینند که ما بایستی اینها رو
مد نظر قرار دیدیم. امیدوارم که شاخه و تنه ها آسیب نخورده باشه. یه کار خوبی که در قم انجام شده و اگه نمیدونم چقدر اقتصادی هست، در مناطقی که بادخیز نباشند پوشاندن درختان کوچه شاید بتونه جواب بده و ما رو از این مشکل راهی بده. اینو به خاطر تجربه آوردم، تجربه خوبی هست، انشاءالله بتونیم آثارش رو ببینیم. اینم یه تصویری دیگه هست از باغ. من تشکر میکنم آقای بلندنظر اینا رو برای من فرستاد. یه کاری خوبی که انجام دادم، شبهایی که سرما اومد ما بررسی کردیم، دیدیم که شدت سرما در نزدیکی صبح هست، روند تغییرات رو بررسی کردیم. اگر بشه یک دودی رو در باغ راه انداختیم و دار آتش روشن کرد و روش آب ریخته، دودی راه انداخت، شاید بتونه مؤثر باشه. دیدم باغاتی که این کار انجام دادن تا حدود اثر سرما در اونها کم بوده. بحثی که من میخوام انجام بدم بحث مربوط به تربیت درختان و مدیریت خوب اون هست. ببینید اگر درختان خوب مدیریت بشن، ما ارقام متحمل به سرما رو داشته باشیم، بحث خوب درختان آب بخورند خوب، ارزم به حضورتون که تغذیه بشن خوب، هرس بشن خوب، با علف های هرز مبارزه بشه، ما آثار سرما رو کمتر شاهد خواهیم بود. این درختی که در قسمت بالا دست تصویر هست، درختی هست که نور به داخل تاج نفوذ نمی‌کنه، ما با شاخه های انبوه مواجه هستیم. ببینید قطره چکان ها نزدیک تنه هستن، ما بایستی اینها رو از تنه دور بکنیم. بحث این هست که این نزدیک 50-60 سانتی متر نزدیک تنه ریشه ها ریشه های استقراری هستن، نبایستی اصلا آب بخورن، لذا بایستی قطره چکان ها به قسمت بیرونی سایه انداز منتقل بشه. بحث مربوط به این هست که خاک اطراف درخت خوب شخم نخورده، بایستی خوب شخم بخوره، درخت به عدم تهویه حساس هست و مسائل این چنینی رو رعایت میکنیم. در تصویر پایینی شدت و انبوه علف هرز در همین باغ رو در تابستون نشون میده که هم هرس نشده هم علف هرز باغ رو گرفته، چنین باغاتی ضعیف هستند و در معرض سرما هستند. بحث هرس مسئله بسیار بسیار مهمی است. از چند جنبه بایستی به این نگاه بکنیم. هرس و تربیت در باغات زیتون لازم و ضروری هست. ببینید این درخت سمت راستی هرس نشده، درخت سمت چپ هرس شده. این باعث میشه که کانال های هدایت نور به داخل درخت ایجاد بشه، هوا در داخل درخت جریان داشته باشه، رطوبت در داخل تاج درخت بالا نره، آفات و بیماری هایی مثل لکه طاووسی، سپردار برف، اسکیل در اون کم بشه. ولی درختی که در سمت راست هست در معرض همه شرایط استرس های محیطی زنده یا غیر زنده قرار میگیره. باردهی درختانی که خوب هرس نشدند خیلی پایین هست، چون زیتون روی شاخه سال داره بار میده، لذا بایستی اون رو هرس بکنیم. این ضرورت هرس هست. بحثی که در هرس هست بحث شدت هرس هست. ما شاهد هستیم حتی در باغاتی که سالهای سال دارن هرس میشن، باغداران عزیز بازم با اره موتوری دارن شاخه میبرن، یعنی شاخه های کلوفت رو میبرن، تاج درخت رو ذره وسطشو خلوت میکنن به این امید که ما هرس خوبی کردیم. نه، وارد قسمت های تاج درخت میشیم، میبینیم انبوهی از شاخه های خشک در درخت هست، ما بایستی اینها رو خالی بکنیم. یعنی بعد از چند سال که هرس کردیم، مبنای هرس ما دیگه استفاده از اره دستی و قیچی باشه. ما نبایستی دیگه اره موتوری وارد باغات بکنیم، بایستی شاخه ببریم، شاخه های خشک داخل تاج رو بیاریم بیرون که اینها یا سرما زدن یا نمیدونم آفات و بیماری های گرفتن یا بار دادن، اینا تخلیه شدن، ما اینها رو بایستی تخلیه بکنیم. مسئله مهمی هست این. بحثی که وجود داره واقعا درختان رو در بعضی جاها هرس نمی کنن، میذارن میمونه، بعد به سوی سر به خمری رو درست میکنن، بعد میان که سریع از اسمات بایی مراتب میکنن. این روش روش هرس خوبی نیست که این پایین تاج رو تخلیه میکنن و قسمت تاج به همون شیوه قبلی میمونه. ما اینجا بایستی دوباره مجبوریم یه شکل جدیدی به درخت بدیم و به صورت حرفه این رو هرس بکنیم. الان مسئله‌ای که وجود داره، یکی زمان هرس هست. ببینید در کشورهای خارج هم همینطور هست. اگر
اون تصویر اولیه سرما رو ببینید، سرما از منفی 6 شروع میشه، بیشتر باغات از ما میپره، باغران از ما میپرسن اگر هرس کنیم زودتر درخت رو سرما میزنه. ولی واقعیت این تجربه رو دو سه روز گذشته هم رفتم باغات رو دیدم، اگر به صورت سربرداری شاخه انجام ندیم، یعنی از ته شاخه ببردیم، شاخه‌های خشک از وسط تاج خالش بکنیم، از قسمت‌های انبوه تاج، ما میتونیم هرس رو خیلی زود شروع بکنیم. ما دیر هرس میکنیم، معمولا نگه میداریم نزدیک ایام عید هرس میکنیم، بلافاصله رشد شروع میشه. رشد شروع شد، ما با انبوهی از شاخه‌ها مواجه هستیم که بارده نیستن. الان هم اگر هرس نشده باشه، من توصیه این هست که هرس متوسط انجام بشه. شاخه‌هایی که رو هم افتادن همدیگر رو دارن میسابن، شاخه‌هایی که نزدیک تنه هستن به زمین دارن میخورن، شاخه‌هایی که خیلی نزدیک هم هستن دارن میوفتن رو هم. اینها رو یه مقدار شما خارج بکنید، همین الان که دارید هرس میکنید این کار خیلی خوبی هست. سعی بکنید با ارموتری شاخه های و تنه های بزرگ رو از داخل تاج بیرون نیارید و به صورت متوسط و سبک هرس کنید. یک مسئله مهمی که شاهد هستم ناخنک گذاری هست در این سطح. ببینید در این تصویر که شما ملاحظه میکنید، اول از همه خیلی شدید هرس شده، یعنی تنه کلفت از داخل در اومده. دلیلش این است که خوب تربیت نشده در. این یک مسئله. بس که وجود داره موقع هرس یک بورش رو کاملا از ته نزدن، یک مقدار از شاخه رو باقی گذاشتن. زیتون یک عادتی داره که جوانهای زیر پوست داره، اینها بلا فاصله که مخصوصا اگر دیر هرس کنن، بلا فاصله جوانها از زیر رشد میکنن و نرک میدن. الان که کشاورزا میریم تو باغاتشون دست نرک موندن. الان یک تصویر همین باقی که اون شکل هرس شده و نرک هم شدید هرس شده هم از داخل تاج تنه آوردن بیرون، شدید هرس کردن، این به این شکل افتاده. ما نبایستی نرک بذاریم، نبایستی شدید هرس کنیم و زمان هرس هم عرض کردم مهم هست. ما اگر هرس رو زود شروع بکنیم در فصل رکود درخت انجام بدیم، رشد به این شنینی رو به این شکل رو در بهار نمیبینیم. بهداشت هرس خیلی مسئله مهمیه. متاسفانه آفاتی مثل ورتیسیلیوم، مثل پوسیدگی ریشه در باغات گسترش پیدا کرده، بیماری های قارچی در باغات وجود داره. این با اندام های هرس از یک درخت به درخت دیگه منتقل میشه، لذا ضد فونی اندام های وسایل هرس خیلی مهم هست. این اره نمیدونم گیشی بایسی بای وایتکس ضد فونی بشه. این یک شکل خوبی از هرس درختانی هست که انبوهی از تاج دارن. این درخت ما یک کاری هم که کردیم و مسئله مهمی هست، ارتفاع درخت رو پایین آوردیم. ببینید تا این خطی که شما اینجا ملاحظه میکنید ارتفاع درخت بالا بود، ما یک طبقه این آوردیم پایین، شاخه های خشک رو از داخل تاج آوردیم بیرون. ما در همون سالی که درختان رو هرس کردیم شاهد در همین درختان که آلودگی شدیدی هم به سپردار بنفش داشتن، ما شاهد 5 تن در هکتار عملکرد خوب بودیم. این هم یک تصویر دیگه هست. عرض کردم در آوردن تنه های بزرگ خوب نیست، ما بایستی شاخه های هرس متوسطی انجام بدیم تا کانال های هدایت نور به داخل تاج درخت ایجاد بشه. یک باقی هست که خوب هرس شده، نفوذ نور به داخل تاج خوبه، هوا به داخل تاج خوب نفوذ میکنه، مدیریت کف باقی اینجا انجام شده و نهایتاً ما شاهد چنین عمل کرد نزدیک 7 تن در این باغ ما شاهد بودیم. اینم همین تصویر رو دوباره میخوام نشون بدم، درختان بایستی به این شکل هرس بشن و ما بتونیم ازش عمل کرد خوب بگیریم. بحث مهم حسب پاجوش ها هست. حسب پاجوش ها رو در باغات زیتون جدی بگیرید. متاسفانه هم توان درخت رو میگیرن، در جذب آب و مواد غذایی رقابت میکنن، محل گسترش آفات مثل جوانخار شده. متاسفانه سرشاخه‌خار یا جوانخار به شدت در باغات زیتون کشور گسترش پیدا کرده، حتی در منطقه منجیل تا 7 بار هم سمپاشی میکنن، موفقیت چندانی رو در پارسال نداشتن. جوانخار باعث میشه که ما شاخه سالی که
عملکرد رو قراره به ما بدی اون رو از دست بدیم، جوانه ها رو میخوره. لذا یکی از کارهای مدیریتی که ما بایستی انجام میدیم حذف پاجوش ها هست. حذف پاجوش ها رو جدی بگیرید و به اون عمل کنید. در منطقه گنبد من اخیرا دیدم که خیلی این جوانه ها بر روی پاجوش ها فعالیت کرده و به درخت اصلی منتقل شده و شاخه اصلی رو واقعا درو کرده و عملکرد رو شدیداً کاهش داده. ما یکی از مشکلاتمون در آینده همین بحث جوانافار بود. بحث مدیریتی دیگه در باغات هرس باز جوان سازی هست. ما متاسفانه باغاتمون داره پیر میشه. هم به بحث هرس باردهی و هرس سلامت توجه بایستی بکنیم. بایستی باز جوان سازی باغات پیر رو با اصول و روش های علمی در برنامه داشته باشیم. کشاورزان نبایستی از اون غافل بشن. متاسفانه ما در این باغات شاهد گسترش آفات و بیماری هایی هستیم. من دیروز تو منطقه منجی در باغی شاهد بودم که باغ پیر بود. میزان عملکردی که در حدود هکتاری گرفته بودن نزدیک 700-750 کیلو در هکتار بود. این واقعا نمیارزه. الان سطح توجیه اقتصادی باغات ما با توجه گرانهای اخیر خیلی بالا رفته. ما بایستی عملکردهای بالا از باغ بگیریم. باغات خیلی اقتصادی هستند و بایستی باغ جوانسازی در اونها انجام میشه. بحث مهم مدیریتی دیگه در باغات زیتون بحث مدیریت کف باغ است. ببینید شاهد گسترش روزافزون علف‌های هرز هستیم. یکی از بحثی که باعث شده که ما شاهد عملکرد پایین در باغاتمون باشیم بحث علف‌های هرز است. به خاطر تغییر اقلیم، گرم شدن فصول، ما علف‌های هرز متنوعی رو با شدت زیاد در باغات شاهد هستیم. ما بایستی با یکی از راه‌های مبارزه با اون مدیریت کف باغ هست، به روش مکانیکی هست. ما بایستی مدیریت خاک و شخم پای درختان رو برای کنترل علف هرز، برای کاهش رطوبت نسبی سطح باغ، افزایش نفوذ آب و کود به داخل خاک مد نظر قرار بدیم. مخصوصا الان فصلش هست. یکی از راه‌ها استفاده از روتیواتور هست. راه بهتر از اون شخمه‌های سطحی با بیل و ابزارهای نظیر این هست که و یک نکته مهم در روتیواتور زنی و شخم این هست که ما همین 15-20 سانتی متر این کار رو انجام بدیم کافی هست. هر 3 سال یک بار ما بتونیم روتیواتور بزنیم کار خوبی هست. مسئله مهمی که در روتیواتور وجود داره این هست که ما 50-60 سانتی متری نزدیک تنه رو نباید روتیواتور بزنیم. این کار اشتباهی که این متصدی این روتیواتور انجام میده ما رو نبایستی این کار رو انجام میدیم. بایستی 50 سانتی متر از تنه فاصله بگیریم، بعد از اون تا زیر سایه انداز روتیواتور بزنیم. این باعث میشه که ریشه های نگهدارنده یا ریشه های استقراری قطع بشه و پوسیده بشه. همین تصویر رو نگاه بکنید. ریشه های نزدیک تنه که این ریشه های کلفت هستند، اینا ریشه های استقراری هستند. اگر اینا رو شخم بزنیم، ببریم، زخمی بکنیم، اینها پوسیده میشن، درخت رو نمیتونن نگه دارن. بیماری های پوسیدگی ریشه مثل آرمیلاریا گسترش پیدا میکنه. اینها ریشه های جاذب نیستن. این مسئله خیلی مهمی است. یک امر این هست که نبایستی قطره چکانها رو اینها قرار بگیرن. اینها نبایست این ریشه های استقراری که نزدیک تنه هستن آب بخورن. اینها سریع پوسیده میشن. یک دوم اینها جاذب رطوبت و جذب کننده مواد غذایی نیستن. جذب کننده مواد غذایی این ریشه های ریز و کوچک موین هستن که در نصف بیرونی سایه انداز تجمع دارن. این مسئله مهمی هست. این تصویر بس نشون میده که نزدیک تاج نبایستی شخم بخوره، نبایستی آب بخوره، نه ما مواد غذایی و کودهای حیوانی و افسودنی ها رو نزدیک تنه بریزیم. این قسمت نبایستی ما کاری انجام بدیم، این قسمت رو دست نخورده نگه داریم، به بیرون این قسمت بدیم. یعنی تقریبا از 60 سانتی متری در درختان بزرگ از 60 سانتی متری تنه دور بشیم، کارهای مدیریتی رو اینجا انجام بدیم. این یک بحثی. این تصویر یه چیزی دیگه به ما میگه ریشه های زیتون سطحی هستند. یعنی شما از 20 تا 15-20 سانت شاهد ریشه ها هستید.
لذا شغلتون نیاز نیست که خیلی عمیق باشه. کوتهیتون مثل سایر درختان، مثل گردو، مثل سیب، نیازی نیست عمیق باشه. ما اگر کود رو بتونیم در 20 سانتی متری، 30 سانتی متری به صورت شیاره یا به صورت چارکود یا حتی با روتیواتور یا با پاوی در اختیار قرار بدیم، درخت میتونه ازش استفاده بکنه. این مسئله خوبی هست که این تصویر نشون میده. این تصویر یه چیز دیگه به ما میده، میگه که یک، قطرچکان نزدیک تاج درخت هستن، نزدیک تنه درخت هستن، استواری میکنن، پوسیدگی ریشه، عدم جذب آب و مواد غذایی رو شاهد هستیم. این باغات ما دادیم درست کردن. یک مسئله مهم تنظیم آبخور و مسطح بودن آبخور درختان هست. دقت بکنید در درخت پشت سر این که کاری انجام نشده درش، سطح شیبدار هست، آب درخت در یک فضا و سطح مسطحی آب نمیخوره، آب این لترال پایینی، این لوله 16 پایینی و قطره چکان ها از دسترس درخت خارج میشه، میاد وسط ردیف ها علف هرز و عوض این که به آب و مواد غذایی در اختیار گیاه قرار بگیره، آب به وسط ردیف ها جاری میشه و علف هرز در این باغات زیاد هست. ما باید این سطح خاک پای درخت رو مسطح بکنیم تا حد امکان، قطره چکان ها رو خوب تنظیم بکنیم و نهایتاً این باغ باقی هست که اخیراً شخم و تابیل شده و به زودی هم درش چارکود انجام میشه. این مسئله. بین ردیف ها برای مبارزه با علف هرز روش مکانیکی استفاده از چیزل، دیسک و مسائل اینچنینی رو توصیه میکنیم. در باغاتی که خاک سنگینی دارند ما روتیواتور زیاد مخصوصاً در شرایط مرطوب رو زود توصیه نمیکنیم در کشورمون، چون امکان داره موجب ایجاد یک لایه سخت در قسمت پایین بشه. هر از گاهی اگر این کار رو کردیم یک چیزلی، یک زیرشکنی بزنیم که این لایه ایجاد نشه و ما با مشکل مواجه نشیم. تصاویر دیگه از مدیریت کف باغ رو شما شاهد هستید. این متاسفانه عرض کردم، ما شاهد گسترش شدید علفهای هرز در باغات زیتون کشور هستیم. هم کمیتشون زیاد شده، هم تنوعشون بالا رفته و روش های متنوعی رو میطلبه که ما در باغات انجام میدیم. یک روش مبارزه مکانیکی هست. دوم، عرضم به حضورتون استفاده از علفکش های پیشرویشی هست. یواش یواش بایستی متخصصین به فکر این باشن. نهایتا استفاده از علفکش های مناسب این کار، یعنی ترکیبی از کارها رو ما بایستی در باغات پیش بگیریم و جمعیت علف‌های هرز رو در باغات پایین بیاریم که متأسفانه هزینه تولید رو دارن افزایش میدن. یک بحث در کنار اون، اخیرا ما تجربه موفقی از دو سه سال گذشته در باغات زیتون تارم شروع کردیم. استفاده از گوسفند و بوقلمون و مرغ در باغات هست برای تعریف و خوردن علف هرز، تجربه موفقی بوده. ما کاری که کردیم از بهمن ماه که هوا خوب شد این گوسفندها رو وارد باغات میکنیم، علف های هرز رو یواش یواش میخورن. مسئله مهم که وجود داره، نبایستی در داخل اینها بز وجود داشته باشه، گاو اصلا نبایستی داخل اینها وجود داشته باشه. حالا بعضی باغدارا میگن که اگر یکی دو تا بز نباشه نمیتونه راهبری کنه ارزم به حضور گوسفندارا، این نکته خوبی هست. یکی دو تا بز داخل گله 300 تا 400 تایی کافی هست برای این کار، لذا نتیجه خوبی میده، تجربه موفقی هست در دنیا. مسئله مهمی که وجود داره، با توجه به حجم علفهای هرزی که وجود داره، بره‌های جوان زیاد موفق نیستند گوسفندهای بزرگی وارد باغات بکنیم. تا اردیبهشت ماه میتونید از اثرات مثبت اونها بهره بگیرید. بهداشت باغ خیلی مسئله مهمی هست که ما در این باغی که شما شاهد هستید، ما شاهد عمل کرده 12 تن در هکتار هستیم. مسئله پرست درش خیلی جدی گرفته میشه، مسئله بهداشت باغ درش خیلی جدی گرفته میشه. بحثی که توی این تصویر شما شاهدش هستید، محل قرارگیری هم بهداشت باغ هست، این بهداشت باغ رو نشون میده، هم بحث این که وجود داره این محل آبیاری در
یک سوم بیرونی سایه‌انداز هست. من عمدن این کتشکان رو کشیدم کنار که این محل آبیاری رو تصویر برداری بکنم. کتشکان ها و محل آبیاری بایستی اینجا باشه. این مسئله بهداشت باغ الان فصل جمع‌آوری شاخ و برگ‌های حاصل از هرس هست. سریعا اینها رو از باغات خارج کنید. مدیریت آفات و بیماری ها در باغات خیلی به موزل مهمی تبدیل شده و بایستی بهش اهمیت بدیم. واقعا در کنار همون علف‌های هرز ما شاهد طغیان آفات هستیم. این تصویری که ملاحظه میکنید سپردار درفش هست. من بارها تو کلاس‌ها هم گفتم داره به یک موزل جدی در باغات زیتون تبدیل میشه. واقعا 60-70% باغات زیتون منطقه تارم سفلا، بیشتر باغات زیتون منطقه تارم و اولیا، منطقه رودبار آلوده به سپردار بنفش شدن. این سطح خصوصاً این سپرها روی برگها میشینن، تغذیه میکنن، برگها رو زرد میکنن، فتوسنتز رو شدیداً کاهش میدن، رشد رو متوقف میکنن. عکس پایین رو نگاه بکنید، رشد رو شدیداً متوقف میکنن، اصلا درخت دپرس میشه و از رشد میمونه. روی میوه ها متاسفانه آثار بسیار بدی رو میگذاره و این یک تصویری از باقی که شدیداً آلوده به سپردار هست. ما این یک تصویر دیگه از باغات منطقه تارم هست. توصیه میکنم که مشورت بکنید. مسئله مهمی که در مبارزه با سپردار و آفات مثل این چنینی مهم هست، بحث شناسایی زمان مبارزه هست. با نمونه برداری های پشت سر هم عرضم به حضورتون که زمان مبارزه رو با کمک متخصصین تعیین بکنید. با روش های رایج مثل استفاده از روغن گرگ، استفاده از بعضی از سموم کنترل کنید. الان باشه باش زمانش هست. یک بحث مهم این هست. بحث مهم هرس هست. قسمت اول عرایزم عرض کردم. بحث هرس خیلی مهم هست. مخصوصا اون روشی که گفتم بایستی تاج رو مرتب و متوسط خالی کرد، شاخه‌ها رو آورد بیرون. این باعث میشه که علاوه بر اینکه نور رو عبور میکنه، رطوبت کاهش پیدا میکنه، نفوذ سم و کود هم بهتر میشه. ما مشکلی که داریم برای مبارزه این هست که کشاورزا همینطوری رد میشن، یک سمی رو یا محلول غذایی رو میزنن و فکر میکنن جواب گرفتن. برای مبارزه با سپردار، برای مبارزه با پسیل، برای مبارزه با لکه طاووسی که تصاویرش رو پشت سرش خواهم آورد، هرس فاکتور مهمی است، حسب پاجوش فاکتور مهمی است، نفوذ سم به داخل تاج و شستشوی کامل همه ارکان درخت پارامتر مهمی است. از این غافل نشید. مخصوصا سپردار و پسیل خیلی این مسئله مهم هست. کامل درخت رو با سم و روغن که توصیه میکنن کارشناسان کاور بکنید. سریع رد نشید، الکی سم پاشی نکنید. این مسئله بسیار مهمی است. هیچ درختی رو جا نندازید. این آفت سریع با باد جابجا میشه و دوباره روز از نو روزی از نو. باغداران یک مجموعه با هم متحد بشن با آفت مبارزه بکنن. یه نفر انجام بشه یه دست صدا نداره. کنه ها دارن در باغات گسترش پیدا میکنن، متاسفانه به موزل مهمی دارن تبدیل میشن. مسئله رو جدی بگیرید. الان یکی از زمانهای پیشگیری از این کار هست. با کارشناسان مشورت بکنید. هرس هم پارامتر مهمی هست. اینجا هم مسئله مهم همین کاور خوب به تاج درخت با سموم هست که متاسفانه در باغات منطقه کرمان ما شاهد بدشکلی میوه ها در باغات که آلوده به کنه هستند هستیم. بایستی این رو جدی بگیریم. بحث پسی که واقعا آفت کلیدی و شماره یک باغات زیتون هست، یواش یواش فصل مبارزش داره سپری میشه. این روز به باغداران تارم و منجی توصیه کردم سریع کار مبارزه رو شروع بکنن. هرس اصلی و اصولی ترین روش مبارزه هست. مدیریت استفاده از کودهای نیتروژن مسئله بسیار مهمی هست. ما نبایستی بیش از حد کود نیتروژن استفاده بکنیم. هر چند که من تا به حال باقی در کشور ندیدم که زیادی نیتروژن داشته باشه.
این مسئله خیلی مهمی هست. آبیاری بیش از نیاز نبایستی بکنیم. اخیراً باغداران با توجه به نگرانی هایی که دارن مقدار با آبیاری رو بالا بردن. نه الان میزان رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی هست، بارش وجود داره، زرا بیش از حد آبیاری نکنید. این جوانخار رو که خدمتتون عرض کردم داره به موزل جدی تبدیل میشه. ببینید گل ما رو این شاخه سال بایستی به وجود بیاد. اینو اگه این جوانه از بین بره ما عملکرد رو شاهد نخواهیم، چون شاخه سال نداریم. شاخه سال نداشته باشه عملکرد نداریم، بس داره به یه موزل جدی تبدیل میشه. این رو جدی جدی بگیرید. در جاهایی که رطوبت بالا هست، پاکای خاک تفکشت باغات سنگین هست، علف هرز گسترشش زیاد هست، رطوبت داخل تاج زیاد هست، ما شاهد گسترش ارزم به حضورتون که لکی طاووسی هستیم. بحث استفاده از سموم مسی و قارچ‌کشک‌هایی مثل استروبی برای مبارزه با این خیلی مهم هست، با کارشناسا مشورت کنید. یک نکته ای رو در بحث مبارزه با سرما یادم رفت خدمتتون عرض بکنم. در باغات جوانی که تازه کاشته شده در معرض سرما قرار گرفته، معمولا برگ‌های جوان رو زده، سرشاخه‌ها رو زده، اینجا احتمال گسترش بیماری‌های قارچی زیاد هست. توصیه من این هست که از سموم مسی در این باغات استفاده بکنید تا مورد حمله آفات و بیماری‌ها قرار نگیرن. این درختی بوده که ارتفاع بالایی داشته، این رو تمیز کردیم، ارتفاعش آوردیم پایین. میخوام هی دائما به هرس تاکید بکنم. پای درخت رو نگاه بکنید. پر شاخه‌های خشکیده بوده که ما از داخل این تاج آوردیم بیرون. همچنین ارتفاع درخت بالا بوده، یه طبقه ما این ارتفاع رو آوردیم پایین. مسئله مهم این هست که این یه طبقه رو با خالی کردن از ته و از نزدیک زمین پایین نیارید. یعنی این رو، این قسمت رو تخلیه نکنید. معمولا این کانال‌ها رو ایجاد بکنید. این شاخه‌های خشک رو و که واقعا الان دقت بکنید، این شاخه‌های خشک رو فقط آوردیم بیرون. ما هیچ کاری غیر از این انجام ندادیم. بحثی که وجود داره الان این فصل سمپاشی و روغن‌پاشی هست. این تصویر را آوردم که در ذهنتون تداعی بشه. سمپاش‌ها رو آماده بکنید. سمپاش‌ها رو کالیبر بکنید. سمپاش‌ها رو تعمیر بکنید. فصل آماده بشید که روغن‌پاشی و سمپاشی بکنید. علف هرز رو عرض کردم. الان فصل تنظیم آبخوره درختان هست. اونجا تو آبیاری قطری نشون دادم، اینجا هم دارم نشون میدم. یا این نزدیکی تنه نباید آب بخوره. این تصویر به وضوح نشون میده. این باغ کشاورز نمونه ما هست. ولی باز جا داره این تشتک مقدار دوباره بره بیرون. لذا آب بایستی از نصف بیرونی ساینداز عبور بکنه. ما بایستی چاله های کود رو هم اینجا حفر بکنیم با عمق کم که آب از روی اون عبور کنه و درخت ازش استفاده بکنه. یک مسئله مهمی رو که توصیه میکنم خدمت باغداران محترم، مخصوصا در باغاتی که خیلی وقت احداث شدن، این اصلاح سیستم آبیاری هست. متاسفانه دیروز در یه باغی من دیدم اصلا سیستم ایستگاه پمپاژ نداره. سیستم آبیاری کندن انداختن بیرون، به این شکلی که میفته میکنن میندازن بیرون. اینو باید تعمیر بکنید. یکی از کارهای ضروری که الان شما دارید اصلاح و بازسازی سیستم آبیاری هست. ببینید فشار پشت قطره‌چکان‌ها کم هست. ما شاهد گرفتن قطره‌چکان‌ها هستیم. اگر قطره‌چکان‌ها بگیرن درخت آب کافی نمیخوره. همراه آب شما دارید کود میدید. اگر قطره‌چکان‌ها بگیرن درخت کود کافی نمیخوره. ارزم به حضورتون شما با مشکل مواجه هستید. فیلترهای دیسکی رو تعمیر بکنید. ارزم به حضورتون اونها رو بشورید، زود بشورید. فیلتر این شنهای داخل تانکهای شنی رو تعویض بکنید. نازلهای اونها رو بررسی بکنید. آبدهی بعد از این بایستی از تانکهای کود خوب در باغات زیتون استفاده بکنید که در این تانکهای کود پمپهای تزریق کود، تانک های تزریق کود خوب باعث میشه که شما بتونید از کودهای خوب با کارایی بالا استفاده بکنید. میخوام عرض بکنم، بازم تاکید بکنم، باغات خوب آب
نمیخورن، باغات، کوه، آب نمیخورن، سیستم های آبیاری مشکل دارن. این یک تصویر دیگه از یه باغ هست که به این شکل افتاده، هدر رفت آب در باغات ما بالا هست. این یک تصویر دیگه از سیستم های آبیاری تحت فشار باغات زیتون ما هست، مخصوصا شوری آب خیلی بالا رفته. متاسفانه دو هفته گذشته شوری در قزلوزن نزدیکی های جیلوان یا نزدیکی های آبمر 3200 ما شاهدش بودیم. ما حتی در پشت سد منجیل در یکی از باغات شوری 5500 رو در استخر اندازه‌گیری کردیم. اینها باعث میشه که سیستم های آبیاری باغات تخریب بشن، باغات خوب آب نمیخوره، ما باید اینها رو تعمیر بکنیم، به این شکل در بیاریم. ببینید این تصاویر مال همین باغ هست. ما باید این سیستم آبیاری رو تعمیر بکنیم تا کارهای مصرف آب بالا بره. ما آب زیادی مصرف میکنیم ولی عملکرد پایینی میگیریم. پاشنه آشیل اینها و رمز اینها همین اصلاح سیستم های آبیاری است. ما هر جا سیستم های آبیاری رو اصلاح کردیم موفق بودیم. الان همین کشاورز نمونه هفته پیش باز کرد، پمپ رو باز کرد، تعمیر کرد، آماده کرد که کود تزریق بشه. این نازل ها و گسیلنده ها و پیچ ها نمیدونم در پوش ها، فلکه ها هدر رفت آب بسیار بالایی در باغات دارن. اینها رو تعمیر بکنید، اینها رو بازسازی بکنید تا آب به پای درخت ها گسیل بشه. در خیلی جاها لوله های 16 که در باغات کارگزاری شدن خیلی مسیر طولانی هستن، آب رو به انتهای مسیر باغ نمیرسونن، اینها رو بازسازی بکنید. ما پارسال در یک باغی در منطقه تارم و سفلا همین اصلاح لوله 16 ها رو انجام دادیم، کوتاه کردیم. شاهد واقعا همون سال شاهد وقوع عملکرد بالای 30% بودیم. این هم باعث میشه درخت هم خوب آب بخوره، هم خوب کود بخوره. یک مسئله مهمی در باغات رو توصیه میکنم جدی بگیرید، کمابیاری در باغات که برای بحث روغنی نگه میدارید، با توجه به هم کمبود آب وجود داره، هم درصد روغن ارقام روغنی ما در شرایط آب هوایی گرم تابستون پایین هست، کشاورزا دائما گله میکنن. یکی از راه ها قطع آب و کمابیاری در زمان سخت شدن هست. تقریبا اگر ما بتونیم در زمان سخت شدن هسته ها در ارقام روغنی مثل همین رقم روغنی خودمون، رقم آربیکن، رقم کلورایکی و ارقام روغنی مثل این، اگر یکی دو بار قطع آبیاری انجام بدیم، نه تنها عمل کرده ما کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا نمیکنه، درصد روغن در میوه ها میره بالا. همچنین یه مقدار در آب صرفه جویی کردیم. توصیه میکنم در باغات دارای ارقام روغنی کمابیاری رو جدی بگیرید. زمان مناسب اون زمانی هست که هسته ها سخت میشن، چون رشد ریشه، رشد میوه کاهش پیدا میکنه. لذا ما اگر یک آب کمابهی انجام بدیم، موجب افزایش اندازه روغن در میوه ها میشیم، تأثیر منفی بر روی عمل کرده درخت نداره و مفید واقع میشه. بحثی که الان کشاورزا دارن انجام میدن کودهی خاکی هست. من تصمیم دارم انشالله تجزیه را به زودی یک مفصل براتون بحث بکنم. این مسئله مهمی هست، ولی الان که در فصل کودهی هستیم یکی دو تا نکته در مورد کود خواهم کن. یک بحث این که به زرس باطل شما بگم، کمبود اغلب عناصر غذایی در باغات زیتون کشور ما وجود داره. کمبود شدید ماده آلی در باغات زیتون ما وجود داره. این مسئله بسیار مهمی هست. کمبود نیتروژن وجود داره، کمبود پتاسیم وجود داره، ارزم به حضورتون کمبود مس وجود داره، کمبود روی وجود داره، ارزم به حضورتون خیلی جاها کمبود بر وجود داره. ما شاهد عدم تعادل تغذیه در باغات زیتون هستیم و شوری هم مزید بر علت شده، جذب این عناصر رو کاهش داده. ما بایستی درختان رو با مواد عالی تقویت بکنیم، روش کوددهی خاکی رو جدی بگیریم. ولی دو سه تا نکته هست. یکی که بایستی چون بهار داره میاد، بایستی سر کوددهی خاکی انجام بدیم. ما یعنی پیشتر از 20 روز فرصت نداریم برای کوددهی. فصل رشد شروع بشه، درخت نیاز به مواد غذایی داره. این یک نکته. دوم این عمق جایگذاری هست. دوباره میخوام تاکید بکنم
این عمق جوهر گذاری نزدیک 50-60 سانتی متر است. ریشه ها کجا هستن؟ 20 سانتی متری. یعنی بیشتر ریشه ها در 20 تا 30 سانتی متری هستن. کانالی که کنده شده نزدیک 60 سانتی متر. سالها طول میکشه که این ریشه ها بزنن. این مسئله مهمی است. عمق چاله ها و شیار ها رو خیلی عمیق نکنید. این یک تصویر خوبی هست از چاله‌ای که شیاری که کندان، این روش کودهی خیلی خوبی هست. در نصف بیرونی سایه انداز شیار کود ایجاد بکنید به عمق 20 سانتی متر 30 سانتی متر. کودها رو با کود حیوانی و قاطی بکنید. در اینجا قرار بدید، قطره چکانها رو روی اینها قرار بدید، انشاءالله درخت ازش استفاده بکنه. یک تصویری از کشورهای خارج برای تایید عرایزم عرض میکنم که این روش کودهی روش بسیار بسیار مناسب هست که ما بایستی مد نظر قرار بدیم. این عرض کردم با آقات زیتون کشور با مشکلات زیاد مواجه هستند. این درختان رو که شما دارید ملاحظه میفرمایید کمبود نیتروژن دارن، کمبود پتاسیم دارن، کمبود مس دارن، کمبود روی دارن. مسئله مهم این هست که یک بایستی پای درخت شخم زده بشه در چنین باغاتی تا بتونه نفوذ هوا، نفوذ آب و نفوذ مواد غذایی اتفاق بیفته. ریشه های زیتون به عدم تحریر بسیار بسیار حساس هستن. ما در این باغ این کاره انجام میدیم. یک، دوم، شیار کود یا کانال کود رو در اینها ایجاد بکنیم. قطره چکانه ها رو از تن دور بکنیم. ازم با حضورتون یک تحریکی به این درختان بدیم، حرس بکنیم که انشاءالله بهار رو خوب شروع کنند. برای باغاتی که سرما زدند اخیراً یا از سرما ترسیدند، توصیه اکید من این هست که شخم پابیل انجام بدید. ارزم به حضورتون که یک هرس رو سریع تموم کنید. با روشهایی که خدمتتون عرض کردم تغذیه رو سریع شروع بکنید. تغذیه اسید نیومیک و اوله رو الان بلافاصله انجام بدید. یواش یواش به آخر زمستان نزدیک میشیم. تغذیه اوره با پتاسیم و فسفر رو مثلا در سیستم های آبیاری تحت فشار انجام بدید. یواش یواش به اسفند ماه نزدیک میشیم، محلول پاشی رو در باغات شروع بکنید و انشالله بتونید از اثرات مثبت اینها استفاده بکنید. این تصویر رو آوردم در مورد کوددهی. این خوب شیار کنده شده، قشنگ شیار کنده شده، مدیریت کف باغ خوب انجام شده و عمق خوبی هست، ولی کودهای شیمیایی با کودهای حیوانی قاطی نشده. این ایراد این سیستم هست. حتما بایستی به صورت قاطی با هم استفاده بکنید. این یک باقی هست که الان همین یک ماه گذشته بهداشت خوبی درش انجام شده. این عکسایی از کمبود چندگانه عناصر غذایی هست. این بحث مدیریت شوری در باغات هست. ببینید ما برای کاهش اثرات شوری بایستی مدیریت آبیاری خوبی انجام بدیم. آب بایستی زود زود و کم کم داده بشه. یعنی بایستی دائما کف پاک مرطوب باشه تا اثرات شوری بیاد پایین. بحثی که وجود داره مبارزه با علف هرز بکنیم، استفاده از اسید هیومیک، استفاده از کودهای پتاسیمی، ترکیب محلول پاشی عناصر غذایی و مصرف خاکی عناصر غذایی رو براتون توصیه جدی میکنم و عرضم به حضورتون و تقویت درختان انشالله فرصت باشه در فصل بعدی بیشتر در مورد تغذیه صحبت خواهم کرد. آخرین نکاتی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، برای مقابله با شوری و برای گرفتن عمل کرده خوب استفاده از رقم خیلی پارامتر مهمی است. ما اخیراً مراکز تحقیقاتی ارقام سازگار خوبی رو برای چنین شرایطی معرفی کردن. رقم ابوسط یک رقم زودبارده پر پتانسیل هست در مقابل تنش‌های شوری و خشکی در منطقه تارم ما خوب مقاومت میکنه. رقم آربیکن رقم خیلی خوبی هست برای مقابل با تنش‌های شوری. رقم پیکوال رقم خوبی هست. اینها این آربیکن و پیکوال رقم‌های تقریبا که نه رقم‌های روغنی هستند. ابوسط رقم زود بارده زود رس کنسروی هست. ما رقم زرد خودمون هم خوب هست. کرمیکابرا رقم خوبیه. پیکودا هم رقم خوبیه. اینها
در مقابل تنش‌های محیطی مثل شوری، مثل خشکی، خوشبختانه پاسخ‌های خوبی دادند. این هم عکسایی از رقم آربیکن در منطقه قزوین هست. این باغاتی هستند که یواش یواش از ارقام مثل آربیکن پر شدند و کاشته میشن. من به همین مقدار بسنده میکنم و انشاءالله در فرصت بعدی بیشتر در خدمت رو خواهم بود. خیلی عذرخواهی میکنم که نتونستم مطالب رو بگم. اگر بیشتر باز میکردم نمیتونستیم بحث رو جمع بکنیم. لذا به همین مقدار بسنده میکنم و همه رو به خدای متعال میسپرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.